درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه زرتشت. آرتمیس علی‌آبادی هستم و این برنامه کاری است از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی. و کسانی که تاکنون با این برنامه آشنایی دارید میدونید که ما به همه آنچه که هویت ایرانی رو در حوزه بزرگ فرهنگ و تمدن ایران میسازه گفتگو کردیم و میکنیم و جستارهای ما به هر آن چیزی مربوط میشه که درباره ایرانی بودنه. در برنامه امروز ما جستاری رو میخوایم بهش بپردازیم برای اینکه برخی از بینندگان برنامه زرتشت از ما خواسته بودند که نگاه ادیان گوناگون رو ما به مقوله زن و به هویت زنانه بررسی کنیم و ما در این برنامه درباره نگاه آیین و باور زرتشتی که همان نگاه ایرانی است در واقع به مقوله‌های گوناگون من جمله زن می‌پردازیم. از اون جایی که احتمالاً خیلی از شما بینندگان گرامی می‌دونید که آیین زرتشت یک باور قومی و قبیله‌ای نیست و مختص فقط به یک گوشه دنیا به نام ایران نبوده، بلکه یک باور و یک شیوه زندگی جهانی است و جهان شموله و کهن‌ترین باوری است در جهان که به تک خدایی یا یگانه پرستی توجه نشون داد و باورهای خدایان گوناگون و ایزدهای گوناگون و در واقع خرافات گوناگون رو به کناری نهاد و به این باور پرداخت در این آیین که ما باید یک خداوند رو یا یک آفریننده رو بشناسیم و باید سر ستایش به یک نفر فرود بیاریم و اون کسی که در باور زرتشت بزرگ، زرتشت سپیدمان بهش پرداخته شد، برترین دانا یا دانای بزرگ نامیده شد و خداوند رو کسی دانست که از همه داناتره و به خاطر دانایی و خردمندی است که شایسته ستایشه. در برنامه امروز مهمان برنامه من خانم دکتر الیکا بقایی هستند که باهاشون در برنامه‌های پیشین هم بودم و جستارهای گوناگونی رو ما با هم گفتگو کردیم. درود بر شما خانم دکتر بقایی و خوش آمدید به برنامه. درود میگم به شما آرتمیس بانوی نازنین و همه بینندگان خوب برنامه جنبش نوزایی ایرانی. موضوع خوبی رو امیدوارم که بتونیم پی بگیریم و در خدمت شما عزیزان هستم. سپاسگزارم. ما میدونیم که احتمالاً همه خیلی از بینندگان ما این رو میدونن که شاید واقعاً تأثیرگذارترین، یعنی اون چه که در کتاب‌های گوناگون نوشته شده و در رفرنس‌های گوناگون، مراجع گوناگون شما میتونید پیدا کنید، اینه که تأثیرگذارترین باور جهانی که روی ادیان پس از خودش و روی نگاه انسان‌ها به مقوله هستی و آفرینش و هر آن پرسش هایی است که برای یک انسان خردمند درباره نگاه به زندگی پیش میاد، تاثیرگذارترین باور زرتشت و نگاه فیلسوفانه در واقع زرتشت به زندگی بوده. از این روی هم این باور اهمیت داشته که در این باور ما چیزی به عنوان ترس و وحشت از نادانسته ها رو نداریم و زرتشت بزرگ هرگز انسان ها رو شایسته نمیدونه که اگر چیزی رو نمیدانند اون رو با خرافه بیامیزند و بعد از اون خرافات دست ساخته خودشون دچار وحشت بشن. در واقع این امر موجب میشه که تفاوت بسیار مهمی بین باور زرتشتی و باورهای دیگر مذهبی در جهان ما شاهد باشیم. به عبارت دیگه ما با نگاه زرتشت به زندگی، نگاه خردمندانه زرتشت به زندگی، با مقوله دروغ، ناراستی و خرافه پروری و بیهودگویی بیگانه هستیم در این باور. و این خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه شما در نگاه‌های دیگر یا در باورهای دیگر چنین چیزی نمی‌بینید که افراد رو نترسونن، برعکس اینکه بگن برای خودتون شروع کنید به اندیشیدن و درباره آنچه که نمی‌دانید بیاندیشید و
آغاز کنید به جستجو و یافتن دلیل هر رویداد، به جای اینکه خودتون رو با ندانسته ها دچار اوهام کنید. در الیکا جان احتمالا شما میدونید در باورهای زرتشتی ویژگی هایی که زرتشت بزرگ در واقع به اهورامزدا نسبت میده یا اهورامزدا رو شامل ویژگی های میدونه، اونها رو امشاسفند نامید که ما میدونیم چندین 6-7 امشاسفند در این باور وجود داره که مستقیما ستای اونها زنانه هستند. به عبارت دیگه سپند آرمیتی یا آرامش یا فداکاری، در واقع فداکاری با راستی و درستی یا دیووشن با سینسیریتی یا به اصطلاح فداکاری واقعی راستین، یکی از ویژگی هاست که این امشاسپند رو در واقع زنانه می سازه. و از طرف دیگه سپنتا آرمیتی به هر آن چیزی هم مربوط میشه که به روی کره خاکی مربوط میشه، مانند خاک، مانند آب، مانند گیاهان، جانوران و زایش. در واقع تمام نکاتی که در سپنتا آرمیتی هست و شاملش میشه زنان است. از سوی دیگه ما از امشاسپندان دیگه هوورتات یا به اصطلاح خرداد که رسائی یا کمال هم هست رو زنانه میدونی و زنانه بهش نگاه شده، و همچنین امورتات یا نامیرایی به خاطر اینکه زنان ویژگی زایش و ایجاد کردن نسل آینده رو دارن، نوعی نامیرایی به زن و ویژگی های زنانه نسبت داده میشه. از همین جا آغاز میشه که نگاه زرتشت چه اندازه درباره زنان و مردان یکسانه. یعنی اگر چند امشاسپند مرد یا مذکر به اصطلاح میشناسیم در این باور، همون تعداد هم زن میشناسیم. یعنی ویژگی های اهورامزدا زنانه و مردانه رو یکی و یکسان در خودش داره، در حالی که شما در هیچ باور دیگری غیر از باور زرتشت اهورامزدا با ویژگی هایی که توصیف میشه و بهش نسبت میدن و ویژگی های خداوندگاری یا اهورایی نامیده میشه و در روی زمین ما سمبول هاشو میبینیم، هیچگاه این اندازه برابری جنسیتی زن و مرد توشون نیست. درست میگم؟ من سلامو بستم. کاملا درسته. فقط یه نکته ای رو من میخوام که نه اصلاح، بلکه میخوام توضیح بیشتر بدیم که وقتی ما صحبت از یکسان بودن میکنیم، این به معنی دقیقا یکی بودن نیست. بهتره که مثلا بگیم که زن و مرد رو به شکل برابر نگاه میکنن تا اینکه بگیم یکسان. چون در جهانی که ما امروز داریم به سر میبریم، آرتمیسیان شما هم میدونید که خیلی از زنان در واقع با اعتماد به نفس نداشته یا خودشون یا نداشته دوست دارن اون جایگاهی رو که میتونه ارزشمند باشه و واقعا هم ارزشمند هست از دست بدن و تبدیل بشن به چیزی که مال اونها نیست، یعنی صفتهای مردانه رو بیشتر بپذیرن. اگر به یکی بخوان صفت ترسو بودن بدن، میگن مثل زنا میمونی. اگر بخوان وای چقدر اداهای زنانه در میاری، و این تبدیل شده به یک چیز منفی. برای همین بهتره که ما بگیم که در دیدگاه زرتشت ما همیشه یک نگاه برابر به زن و مرد داشته، همیشه همون اندازه، همونطور که گفتیم، همون اندازه که ما مرد رو ارزشمند میدونیم و حتی میبینیم همونطور که شما گفتیم امشاس بندانی رو داریم که مرد هستن، مذکر هستن، ما امشاس بندان زن و مؤنث رو هم داریم و این نگاه و همه اونها کارکردهای برابری هم ندارن. کاملا درست اشاره کردیم، هیچ کدوم کارکردهای یکسانی ندارن، هر کدوم ویژگی هایی رو دارن که به نظر من وقتی که ما صحبت از زن و زمین و ایزد زمین یعنی سپندان مرد رو مثلا می کنیم،
خیلی خوب در نظر گرفته شده این همپنداری، شبیه پنداری، به خاطر اینکه زن نقش بالندگی و زایندگی داره، خیلی هم نقش مهمی هستش و چه کسی بهتر از زن میتونه اون رو بر عهده بگیره. و خیلی جالبه، من میخوام که یک حاتی رو از یسنا بگم و بعد وارد بحثی بشم. حات 38 بند 1 که گفته میشه، میگه ای اهورامزدا، این زمین رو میسراییم، زمینی که ما رو در بر گرفته، و آن را با زنانی که بر آن زندگی میکنن میستاییم، زنانی که از تو به شما میآیند و از بهترین اشعار خود دارند. و این خیلی مهمه که ما نگاه بکنیم که در اینجا هم زن و زمین در کنار هم آورده شدن و حتی زنان رو مثل در همون همپایه و هم ارزش میدونن با مردانی که از اشعار خدا هستن و میتونن بخشی از خداوند جامعه خیرات باشن. خب در کنار این برابری، ما نقش‌هایی رو میبینیم که در واقع میتونه نشون بده که زنانی رو هم داشتیم قهرمان بودن. البته این به این معنا نیستش که ما بیان و بگیم که نه اون قهرمان های مرد رو انکار بکنیم، چون من خیلی باید محتاط باشم نسبت به این موضوع، به خاطر اینکه در حال حاضر گاهی اوقات این جنبش های زنان و فمینیستی انقدر تون رفتن که دوست دارن انکار بکنن نقش مردها رو. خب ما در بیشتر جنگ هایی که تا امروز بوده، جنگ های تن به تن، این مردها بودن که در جنگ بودن و برای حفظ زمینشون، برای حفظ زنانشون، فرزندانشون کشته می شدن. اما باید این رو ارزشمند بدونیم و هیچگاه نمیتونیم بگیم خب این نقش باید کم رنگ بشه به خاطر اینکه زنها رو باید پر رنگ کنیم. ولی این به این معنی هم نیستش که ما بیان و اون زنهایی رو که جنگاور بودن، اون زنهایی رو که میتونستن پا به پای مردان برن و جانشان رو بدن و جنگاور باشن نادیده بگیریم. از مثالهای واقعی و زنان قهرمان، خب مثالهای زیادی رو میشناسن و در شاهنامه هم خب آورده شده، ولی یکی از ایزد بانوانی که در دین زرتشت به اون پرداخته میشه و شاید در پس ایزدانه دیگه کمی کم رنگ شده، ایزدی هستش به نام اشیل. این ایزد که اون رو از ترکیب ار میدونن به معنی به دست آوردن کسب کردن همراه با تی، پسند تی، و در مجموع ریته که به هم میرسه تبدیل به شته شده و ایزد اشیل رو ساخته. ایزدی بوده که من ترجیح میدم ریشه اون رو به معنی پیش رونده بدونم. و علتش چیه؟ علتش اینه که این ایزد پا به پای ایزد مهر که ما میدونیم از بزرگترین ایزدان بوده، در ارسطو گفته میشه که به پیش میره و عرب میراند و نقش جنگاوری هم داره. و حتی جالبه که گفته میشه که زرتشت سپیدمان در این عرابه ایزد اشی به نزدش میده و از اون میخواد که در عرابه اون دم بگیره و آسایش پیدا بکنه، و افراد و قهرمانانی مثل فریدون برای پیروزی در اهریمن به این ایزد نیایش میکنن. خیلی جالبه وقتی که ما به بطن این ایزدها میبینیم، وقتی که ما میبینیم که ایزد آبها، ایزد آناهیتا از چه جایگاهی برخوردار بوده در آیین زرتشت، پی میبریم که چقدر زنها در دین زرتشت قدرتمند بودن و چقدر ارزشمند بودن، نیاز نداشتن برای اینکه بخوان جایگاهی رو در جهان به دست بیارن یا خودشون رو اثبات بکنن، نقش دیگری رو بپذیرن. ایزد بانوی آبها، ایزد آناهیتا با زیارالاتش، با زیبایی هایی که گفته شده وصف آن شده و نشون میده که یک زن هستش، یک زن تمام هستش، میتونه بیاد و به زنان کمک کنه برای بارمنیشون. برای نمونه خیلی جالبه که یکی از بزرگترین ایزدان ما بوده همین زن، و امثال این نمونه ها برای ما خیلی زیاد در آیین زرتشت وجود داره.
یکی از اگر من میتونم به یک بحث دیگه هم بپردازم یا شما بحث وارد بحث دیگری بشیم در میتولوژی یا به اصطلاح اسطوره شناسی اوستا، نه قسمتی که مربوط به گات ها الزاما میشه، ولی آنچه که ما به عنوان اوستا میشناسیم که مجموعه نگاه ایرانی است به حال به زندگی، ما میبینیم که نوشته شده که مردان و زنان رو اهورامزدا از دانه گیومارد یا اون سید یا اون دانه گیومارد به وجود آورد به صورت دو گروه، دو گیاه رستنی که ماترو و ماترویانه یا مش و مشیانه اونو نامیدن، و این دو گیاه که به اصطلاح سمبل یک زن و یک مرد بودن و اینها رو به سختی هم میشد از هم تشخیص داد. یعنی باز ببینید شباهت و برابری نگاهی که ایرانیان داشتن به زن و مرد، حتی در افسانه آفرینش به صورت قصه ای که وجود داشته که در همه جای جهان هم چنین افسانه ها و اسطوره هایی رو مردم هر کشور و هر ملت در جهان برای خودشون ساختن، باز هم نگاه ما در همون آغاز هم یکسانه، یعنی دو گیاه رستنی که به سختی میشد تفاوت داد کدومشون نمایانگر مرد و کدوم زن. از این دو گیاه انسان اولیه ساخته شد و ایجاد شد، و خب اون دانه که ما به عنوان گیومارت میشناسیم، یعنی میرایی در جهان، در واقع هنگامی که اهورامزدا آمد انسانی رو ایجاد کرد در جهان که فانی است، یعنی انسانی که یک عمری داره، میاد و میره، و برای همینم هم یک دانه ای رو مثلا در زمین میکارن که از اون دوتا گیاه به وجود بیاد یک زن و یک مرد، که به هر صورت هم اینها میرا خواهند بود، و تنها چیزی که اینها رو نامیرا میکنه در واقع اون چیزی است که ما زن نامیده میشه و بهش زندگی میبخشه و این زندگی رو در جهان ادامه میده. خیلی این نگاه ها اهمیت داره. چرا اهمیت داره؟ نه برای اینکه من و شما یک انسان زرتشتی بشیم یا باشیم، برای اینکه بدونیم ایرانیان چه نگاه متعالی رو داشتن در اون زمانی که در تمام جهان زنان چیزی در رده حیوانات به حساب می اومدن و در رده بردگان، و از هیچ نوع حق و حقوق مستقلی به جز مردشون برخوردار نبودن. یعنی اگر مردی وجود داشت که اون پدر میتونست باشه یا همسر یا برادر، اینها همیشه در زیر سایه یک مرد زندگی میکردن در جهان. اما در نگاه ایرانی زن یک هویت مستقل داشت، یعنی وجود خارجی داشت در کنار یک مرد. حتی در آفرینش برخلاف اون چیزی که شما در ادیان سامی میبینید، خداوند اول مرد رو میآفرینه و از در کنار آفرینش مرد، حالا برخی میگن در از یک دندش، از یک استخوانش، از قسمتی از خاکش میگیرن و یک تیکش رو میکنن و یک زن میسازن، یعنی زن یک موجود جدا ناپذیری از یک تکه از مرد خواهد به حساب اومد و همیشه زیر سایه و قیمومیت اون زندگی خواهد کرد. از همون ریشه ما نگاه ایرانیمون زن رو یک موجود کامل و مستقل میشناخته، هم در آفرینش، هم در زندگی، و هم در ادامه نسل و ایجاد فرزندان و تربیت فرزندان اهمیت بسیار بسیار زیادی برای زنان قائل بودن. خواهش میکنم ملیکا جان، دنبالی جستاری که میخواستی ادامه بده. سپاس از شما. خب با توجه به اینکه این بحث رو مطرح کردین، منم میخوام در مورد همین اسطوره آفرینش چیزی رو، یک در واقع یک روایت هستش، نگاه کنین که نگاهی که در واقع سامی نژادان به آفرینش داشتن، آفرینش و آغازین داشتن به چه شکل بوده. در باورهای سومری می‌دونیم که زبان خب در گذشته خیلی غنی نبود، به ویژه زبان کهن سومری ها که هجایی هم بودش، و گاهی اوقات از یک واژه برای چند معنا استفاده می‌شد. در ادیان سومری که خب می‌دونیم در اون زمان خیلی باورها تبادل آرا می‌شده، تبادل عقیده و تبادل فرهنگ زیاد بوده، در اون باور این متن وجود داره، کتیبه هستش، یک واژه وجود داشته که در اون خاک سفید هم معنا می‌شده با دنده،
یعنی دنده و خاک سفید که خاکی بوده که بسیار کمیاب بوده برای برخی ظروف خیلی باریک و نازک استفاده می شده، یک واژه به کار برده می شود. و از طرف دیگه واژه‌ای بوده به معنای خاک سیاه و در این حال گندم. خب در این باور انسان آغازین یا در واقع هوای آغازین در ادیان در باور سومری آفریده میشه از خاک سفید و مرد آفریده میشه از خاک سیاه و به اونها گفته میشه که هیچ گونه مجامعتی با هم دیگه نداشته باشن و این داستان پیش میاد و خب ادامه اون رو کاری نداریم که چطور رانده میشن در نتیجه اون. میرسیم به زمانی که بابلی ها میان و سومری ها رو در کنار میذارن و این باور بعد از گذشت زمان به اونها میرسه. اینها که معنای واژگان رو فراموش میکنن، نگاه کنید که جایگاه زن به چه شکل تغییر کرده از یک چیز برابر و شاید برتر تبدیل میشه به یک چیزی که میاد و به جای اون واژه خاک سفید و کمیاب واژه دنده رو برای آفرینش زنش در نظر میگیره و از طرف دیگه اون در واقع به جای مجامعت کردن اون واژه گندم رو به کار میبرن و در نتیجه اسطوره‌ای به وجود میاد که در بابلی در کتیبه بابلی وجود داره و در اون ما همون اسطوره سامی رو میبینیم که شما اشاره هم کردین و همه هم میدونن احتمالا که زن جایگاهی پیدا میکنه که گویا از دنده مرد آفریده شده یعنی از یک جایگاهی که زنان داشتن در جامعه و میتونستن خیلی باریک بین باشن، چنانچه ما میدونیم که در اون تخت جمشیدی که ما داریم خیلی از اون نازوکاری ها مثلا برای نمونه خیلی از ناخون هایی رو که ما میبینیم و ظریف کاری ها رو کار بانوان بوده اگر و کتیبه های و بانوانی رو ما داریم که مرخصی میگرفتن برای زایمانشون و این نشون میده که در اون زمان ها زنان چه جایگاهی رو داشتن در جامعه ما. حالا میرسیم به همون واژه‌ای که شما گفتیم در همون زمان و شاید پیش از اون، یعنی 100% پیش از اون، در نگاه زرتشتی در اسطوره‌های زرتشتی که البته در اوستا ما میدونیم که همین اسطوره مشمشنانه گفته نشده ولی از روی نشونه‌هایی که در متون پهلوی وجود داره میتونیم بفهمیم که خب حتما چنین برابری رو ما در اوستا هم داشتیم. ما کیومرث رو داشتیم که هم در واقع همون گئومرتیه بوده که گئو یعنی در واقع زندگی میرا تضاد رو در خودش داره، قرار بود جاودانه بمونه و بعد میمیره و از او همونطور که گفتین از یک گیاه مشی و مشیانه به صورت کاملا برابر رویده میشن که هر دوی اونها از ریشه مرتیه یا مرد در واقع نگاه کنیم که واژه مرد که امروز فقط به جنس مرد و مذکر گفته میشه در واقع واژه‌ای بوده به معنی مرد مردن یا میرا و هم در ریشه مشی وجود داشته و هم در ریشه مشیانه و این دو میان به صورت برابر رویده میشن و حالا یک کم هم پیشتر بریم در اسطوره سامی گفته میشه که هوا کسی بودش که میاد و آدم رو گول میزنه و به عقوبت اون از بهش رانده میشن. در اسطوره های ما خیلی جالبه که ما در به ازای انکار حقیقت در واقع ما وقتی که حقیقت رو انکار میکنیم از بهشونده میشیم. حالا در دین یهود در باورهای یهودی گفته میشه که اون گندم نیست و اون درخت معرفته، یعنی این که خداوند به غضب در میاد وقتی که زن در واقع زن میفهمه که گیاه معرفت گیاهی نیست که اونها رو از بین ببره و اونها گیاه معرفت رو میخورن و خداوند
خشمش میگیره و در ازاش گیاه جاودانگی رو از اونها میگیره و اونها میرا میشن، در حالی که در اسطوره های ما اونها در ازای انکار حقیقت از در واقع اون زندگی پیشین خودشون در میان و در واقع اون بهشت بعینش رو ترک میکنن. این نگاهی بوده که ما داشتیم. در زنان در باور زرتشتی گفتیم که سه تا از امشاسپندان زنانه هستند. علت این که سپندا آرمیتی رو یک ویژگی های زنانه براش میدونن، برای اینکه الگویی که از زن هم در کتاب های پهلوی و هم در کتاب های در دوران خود زرتشت ما میبینیم، در نوشته های گوناگون هم میبینیم و حتی در خود اوستا هم میبینیم که هست، به این معنی بوده که زنان باید الگوی رفتاریشون سپندا آرمیتی بوده، یعنی گستراننده یا پروراننده عشق و فدا کاری، راستی و صداقت و رسائی و کمالگرایی در واقع و همچنین نامیرایی باشند. یعنی تمام این ویژگی هایی که میبینید در امشاسپندان ویژگی هایی بوده که ما اونها رو به عنوان ویژگی های مهم زنانه میشناختیم. از سوی دیگه بر اساس اردابیراف نامه، در خود کتاب اردابیراف نامه نوشته شده که زنان سمبولی یا نگهبانی از خاک، آتش، درخت، دام و همه آن چیزی هستند که در روی زمین مادر زمین رو در واقع میسازه. اهورامزدا باورشون این بوده که با کمک زنان هست که میتونه از این عناصر یا از این آفریده ها در روی کره زمین نگهداری کنه و اونها رو افزون بکنه. در باور زرتشتی زن محور خانواده و محور یک آبادی و محور شهر و کشور و کلن محور جهانه. برای چی؟ برای اینکه این اندیشه و گفتار و کردار نیک رو زنان باید خودشون انجام بدن و گسترشش بدن. بنابراین یک محوریتی داشته زن در ایجاد و گسترش هر نوع نیکی و این خیلی اهمیت داره، برای اینکه اینو ما میبینیم حتی در کتاب مینوی خرد زنان برتر رو کسانی میدونن که یک اصولگرا یا اصولمند باشن، یعنی زنان باید یک پرنسیپ یا یک اصول اخلاقی رو رعایت میکردن و باید زنان مورد احترام باشن، یعنی رفتار محترمانه از خودشون نشون بدن و زنان باید درون نیک یا ذات نیک داشته باشن و میانه رو و مهربان باشن و دوست و همراه پدر و مادر و همه بزرگترهای خودشون باشن و برای فرزندان الگو و نمونه بهترین باشن. اینو در مینوی خرد ما میبینیم که این ویژگی ها به زنان نسبت داده شده. در کتاب 5 فصل 18 مینوی خرد آمده که مردانی که پیمان زناشویی بستن بایستی با زنان خود مهر بورزند و بدون قرولند با اونها رفتار کنن. این خیلی نکته جالبیست که از مردان رفتاری که انتظار میره رفتار مهربانانه و بدون نق و درد سر و دعوا باید باشه و زنان در کار و درآمد و همه چیز بین همسران برابر بودن. این باز نکته بسیار بسیار مهم است. در مینوی خرد ما میبینیم برابری که برای زنان قائل هستند در همه امور، یعنی هم در کار و اجتماع، هم در امور حقوقی، هم در امور اخلاقی، هم در خانواده، یعنی هر جای شما زن رو در کنار یا در یک گوشه یا در یک کنج خونه فقط نمیبینید، زن رو در همه عرصه ها فعال میبینید. و به خاطر اینکه اهورامزدا وقتی که در گادها همواره زرتشت اومده و نام برده از انسان ها، همیشه گفته ای همه مردان و همه زنان، یعنی انسان ها رو به صورت مردان و زنان کامل اسم برده، نیومده بگه فقط ای کسانی که مثلا به من باور دارید یا ای مردانی که به من باور دارید، بلکه همه جا اسم برده از این که زنان و مردان باید در همه جا در گسترش آبادانی و سازندگی جهان حضور داشته باشند.
یکی از نکات بسیار مهمی که هست این که بلکه برخی از بینندگان ما اینو پرسیده بودن که چگونه شما باور دارید که در اون دورانی که اینقدر جهان عقب مونده بوده ایرانیان چنین نگاه برابری داشتن. به یک دلیل بسیار ساده، ایرانیان به طور کلی اصلا نگاه جنسیتی نداشتن به انسانها. برای همین هم چون ایرانیان فقط انسانها رو از جنبه یا از ویژگی انسان بودن در نظر می گرفتن، در نتیجه هیچگاه هم دنبال حقوق برابر بین این یا اون، حقوق برتر، این بالاتر، اون کمتر، اون بهتر، اون بدتر نبودن. و همین دلیل ساده ایرانیان فقط انسانها رو انسانها می دیدن صرف نظر از جنسیت. و این نکته خیلی مهمی است برای اینکه ما در حتی امروز جهان و متاسفانه در خود امروز ایرانی که با همه اندیشه‌های ایرانی پیش از اسلامش بیگانه شده متاسفانه مواجه می‌بینیم، جامعه رو کاملا جنسیت زده می‌بینیم. و اون وقت همون جوری که خانم دکتر بقایی هم گفتن، میایم در غرب می‌بینیم که این جامعه جنسیت زده داره خودشو تلاش میکنه بکشه، عده ای را بیفتن به نام فمینیست که بیان بگن این عده دیگه هم هستن تو این جامعه. چرا؟ چون جامعه جنسیت زده رو میخوان تبدیل کنن به جامعه برابر از نظر جنسیتی، در حالی که ما ایرانیان نیاز نداشتیم به این کار، برای که هیچ وقت ما به انسانها از دیدگاه جنسیتی نگاه نمی کردیم. یک سری وظایف بوده در یک اجتماع، قسمت می شده برای اونهایی که اونو بهتر انجام می دن. اگر مردی می تونسته رزماور باشه، مرد نبرد می شده. اما اگر زنانی بودن که در طول تاریخ ایران بسیار ما دیدیم، زنان جنگاور، زنان قهرمان، زنان فرماندهان سپاه، چه در نیروی دریایی، چه در زمینی، چه سواره، چه پیاده نظام، چه هر گونه به اصطلاح قسمتی از نیروهای دفاعی و رزمی کشور رو ما می دیدیم، اگر زنانی توش دوست داشتن بدون هیچ نوع محدودیت و تواناییشو داشتن شرکت می کردن. کما این که احتمالا خانم دکتر بقایی شما بهتر از من می دونید، ما در حمله هایی که حتی در دوران صفویه شد و عثمانی ها حمله می کردن به ایران، عده بسیار زیادی از کشته‌ها حتی در نبردهای چالدران بعد از اینکه اومدن و شروع کردن، چون همیشه در میدان جنگ کشته‌ها رو لخت می‌کردن، غنیمت می‌بردن تمام سلاح‌های نظامی و کلاه‌خود و ادوات به اصطلاح نظامیشون رو اومدن و کلاه‌خودای زن افرادی که برداشتن، عده بسیار زیادی زن در اونجاها کشته شده بود. یعنی این نشون میده که نه تنها در پیش از اسلام، به خاطری که ما ایرانی‌ها اینیم، اینطوری بودیم و با این نگاه زندگی کردیم، حتی در دوران پس از اسلام زن در نگاه ایرانی، زن یک موجود نیرومنده، همپایه یک مرد، در هر کاری هر کس بهتر میتونسته انجام بده ایفای نقش میکرده. که میبینیم تمام صنایع به اصطلاح پارچه بافی، دامداری، ریسندگی های گوناگون، فرش بافی و بیشتر این نوع فنون رو زنان اداره می کردن، برای که خوش سلیقه تر بودن و با حوصله تر بودن و به این مشاغل می پرداختن و همون ارزش اقتصادی رو داشته که مثلا کار کشاورزی یک مرد داشته. درست میگم؟ به نظر شما چیه؟ کاملا درسته. من لذت میبردم از این وقتی این حرفا رو میزدیم، چون که آدمی جان، وقتی که ما با جامعه‌ای برخورد میکنیم که یک پایه‌ای رو نداره، در واقع اروپا و آمریکا و در واقع غرب دوره آزمایش خودش رو میگذرونه، یعنی به دنبال اینه که یک راهی رو برای برخورد با مسئله جنسیت پیدا کنه. ما این پایه رو قبلا خودمون داشتیم، یعنی اینکه چطور نگاه بکنیم، چطور این برابری رو ایجاد بکنیم، یک پایه رو ما داشتیم و دیگه این دوره گذر رو نیاز نداشتیم. و خیلی اوقات وقتی که دوستان شرقی بعد از مهاجرت یا برخورد با جنبش فمینیستی میان و گفتمانهای غربی رو ملاک خودشون قرار میدن، اینجای افسوس داره، به خاطر اینکه این
جنبش ها در همونطور که گفتیم پاسخی هستش به یک عدم توازن یا یک بی‌ثباتی و بی‌پایه بودنی که در دوره گذر اشتباهات زیادی رو داشته و اصلا نمیشه مقایسهش کردش با اون چیزی که در کشورهای ما در موقع در پایه و اساسش وجود داشته. ما از اول همینطور که گفتیم اصلا انسانیت رو به چشم انسان میدیدیم و هیچ کس به دنبال اینکه تبدیل به جنس دیگه ای بشه یا کارکردهای اون رو داشته باشن در اون مطرح نبوده. اینکه با لباس بخواد، یک ایزد بانو لباس های زنانه می پوشیده و خیلی هم جالبه که ایزد بانوی آنویتا رو همونطور که اولش هم گفتم میاد و میگه بازوان سپیدی داره، مثلا زیبرالاتی داره و به این شکل توصیف میکنه و هیچ کس هم نمیاد بگه که خب این دارن نگاه میکنن به لباسش، پس این نگاه نمیدونم نگاه پست و کثیفی بوده یا امثال این گفتمان ها. در حالی که ما میبینیم الان هم در یک دوره گذر جدید قرب به سر میبره که در اون حتی به خاطر اینکه زنان ناراحت نشن میان و در تبلیغات از چهرهای استفاده میکنن که در واقع چهرهای تبلیغاتی نیست، زنانی که خب نمیگیم زشت ولی زیبا هم نیستن، میتونن مثلا چاق‌تر باشن، میتونن دندان‌های زشت داشته باشن، میتونن به این شکل استفاده میکنن و عملا در واقع آزمایش میکنن که آیا این زنان عصبانی رو راضی میکنه یا نه، چون زنانی که در یک دوره‌ای نابرابری رو دیدن حالا به دنبال احیای حقوقشون هم ولی شاید دارن به سمت افراط میرن، ولی ما نگاه میکنیم و میبینیم که چطور زنان برای نمونه در شاهنامه میان و همسران خودشون رو انتخاب میکنن. برای نمونه مثل تهمینه وقتی که میاد و دلدادگی رستم میشه، خیلی جالبه دلدادگی رو توصیف میکنه ولی در نهایت تهمینه چی حرفی که میزنه اینه که میگه کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آبا شنیده مرا. خیلی جالبه که ما چنین چیزی رو حدی رو داشتیم، یعنی ما دلدادگی رو به جای خودش میذاشتیم و هر چیزی رو به جای دیگه، یا مثلا یه پس پردن در یکی ماه بود چه خورشید تابان پر از رنگ بود، دو ابرو کمان و دو گیسو کمان به بالا به کردار سر بلند، یعنی چنین زنی رو توصیف میکنیم با همون رنگ و بوی خودش داره میگه که در واقع چیزیه که خیلی اوقات این زنان فمینیست از اون پرهیز میکنن، ولی در این حال نجابت خودش رو هم داشته. شما نگاه کنین، خب من همجوری دوستان یک گذر به سرزمین های دیگر فارسی زبان داشته باشم، در تاجیکستان آرتمیس جان جالبه که ما برای نمونه نوع بافتن گیسوان زن نام داره، یعنی ما اینکه چطور این گیسوها رو میبافیم و هر بافتنی چه نمودی رو داره و نشان دهنده چه چیزی هستش نشون میده که چقدر اینها زیبا بوده و چقدر بخشی از فرهنگ یک جامعه شده بود. زیبایی های یک زن، جواهرات یک زن، چقدر ما در کاوش های باستانیمون زیورالات زنانه زیبا رو پیدا کردیم، زنان چگونه خودشون رو میاراستن و در این حال پوشش ها چقدر زیبا و در واقع نجیبانه بوده کاملا کرمانه بوده. بهتره که آدم واقعا اینو خیلی درست میگی الیکا جان، برای اینکه حتی در استفاده از زیورالات هم ما این برابری زن و مرد رو داشتیم، یعنی شما در به اصطلاح سنگواره ها یا حکاکی هایی که در آثار باستانی پیش از اسلام میبینید ما همه میدونیم و این در همه کتاب هم نوشته شده که مثلا داریوش بزرگ که از زیبا پوشترین و آراسته ترین مردان همه جهان بوده، یعنی هم از نظر زیورالاتی که استفاده میکردن، حالا چه اون عصا چه اون شمشیر چه زیورالاتی که به تاج و لباس و خودشون حتی به گردن یا حتی ممکنه مردان ایرانی گوشواره هم بر گوش میکردن، این نشون میده که ما این چنین نگاه
غیر جنسیتی داشتیم، یعنی ما همه چیز رو نمیمدیم بکنیم تابو و خیلی تو این مسائل مثل آدمایی که واقعا برخی الان آدم بیشتر میبینه، خیلی انگار که افراد از یک قفسی میخوان رها بشن، کارهای عجیب و غریب و دیوانواری در دنیای امروز میبینیم میکنن، ما نیازی نداشتیم به این کارها، برای اینکه انقدر این زندگی ما با ذات بشر و با تمام جریان طبیعت همگون بوده، ما مثل آب روان زندگی میکردیم. برای همین هم ایرانی ها یک ملتی بودن که تمام زندگیشون اصولش با هم در ترازو بوده، یعنی در کنار هم در تراز و توازن بوده و این خیلی زیبا میکرده ایرانیان رو و زندگیشون و ویژگی هاشون رو، که در تمام کتاب هایی که مورخین یونانی و رومی از خودشون به جا گذاشتن، همواره با اینکه دشمنان ایران بودن، کشورهایی در جنگ بودیم ما، همواره امپراتوری های در جنگ بودیم در واقع، ولی همواره اومدن از این استیل زندگی ایرانیان، از سبک لباس پوشیدن، گفتار زیبا، کردار خوب، قول، وفاداری به پیمانها، قولهایی که ما میدادیم همواره سرش وای میستادیم، انسانهای راستگویی که بودیم، انسانهای مهمان نوازی که بودیم، در تمام اینها صحبت شده، درباره تمام ویژگیهای نیکی که ایرانیان داشتن که شاید کمتر ملتی در اون روز داشته. الیکا جان، من یک نکته دیگه به یادم اومد، چون شاید برخی از بینندگان این بحث رو کامل ندونن اگر نه در این باره هم گفته نشه، درباره اصول حقوقی که در ایران پیش از اسلام در باورهای زرتشتی وجود داشته، این نکته خیلی اهمیت داره، چون در کتاب ماتیکان هزار دادستان در فصل 62 اومده که شما میتونید برای ارث خودتون تصمیم بگیرید چه زن و چه مرد، یعنی ببینید مرد و زن یکسان میتونستن برای اموال خودشون تصمیم بگیرن و ارث برای خودشون از خودشون به اصطلاح وصیت‌نامه باقی بذارن. اگر که میخواستن به هر کس هر میزان از ارثیه‌شون رو میتونستن ببخشن و هیچ وقت اون یک همسر دیگه نمیتونسته مدعی باشه. این خیلی جالبه، یعنی اینقدر با حقوق یکسانی رو برای همه انسان‌ها قائل بودن که شما برای اموال خودتون در دورانی که زنده هستی تصمیم بگیرید. اگر از کسی وصیت‌نامه‌ای به جا نمی‌مانده، ثروت مرد به زن یا دخترش یا تمام کسانی که تحت قیمومیتش بودند به طور یکسان میرسیده. یعنی چی؟ یعنی اگر که کسی پسر خواهرش، برادرش یا خواهر و برادر خودش هم احیانا تحت قیمومیتش بودند، چه زن باز چه مرد، به اونها هم ارث میرسیده. و این نکته خیلی جالبه، برای زنانی که معلول بودند دو برابر ارث در نظر گرفته می شده. ببینید چقدر این مسائل اهمیت داره برای یک کشوری در چند هزار سال پیش که اصلا حقوقی زنان نداشتن، حتی زنانی که ممکنه ناتوانی هایی داشتن، معلولیت هایی داشتن یا مشکلات جسمی داشتن، می تونسته زنشون باشه، خواهرشون باشه، دختر، حتی عروس، برای عروس کسی در صورتی که پسرش می مرده هم ارث قائل بودن برابر با دختر اون فرد. یعنی اینقدر حقوق برابر شما واقعا شاید اصلا نمیدیدید در هیچ جای جهان و اینها ثبت در کتاب ماتیکان هزار دادستان. از سوی دیگه زنان همواره با احترام رفتار میشدن. احترام زن از همه مسائل دیگه شاید اهمیت بیشتری داشته در خانواده، کما اینکه میبینید کوروش بزرگ، شاهنشاه کوروش بزرگ، هنگامی که میشسته سر میز، مادرش بر سر صدر میز میشسته و کوروش تا زمانی که مادرش زنده بود هرگز بر بالای میز ننشسته بوده. کوروش در یک سو و همسرش روبروش در کنار مادر کوروش مینشستن و این خیلی نکته مهمی است. این نشون میده که چه اندازه برای زنان، به خصوص برای مادران، یعنی کسانی که دیگه میشدن بزرگ یک خانواده، مادر حتی هنگامی که عروس و داماد و نوه و نتیجه داشت، احترامش از واجبترین کارها بود در خانواده و هرگز هیچ ایرانی نمیشد که کلن به بزرگتراش و به خصوص وقتی که مادری وجود داشت، حتی اگه پدر هم نبود، مادر میشد رئیس هر خانواده. از سوی دیگه یک نکته بسیار مهم در دینکرد بخش 3 میخونیم، زرتشتیان توصیه شدن به همسرگزینی از دین بهی،
یعنی اینکه زرتشتیان بهشون توصیه شده ترجیحاً همسرتون رو از همکیش خودتون انتخاب کنید. به چه علت؟ برای اینکه او با شما هم باور باشه در راستگویی، راستکردایی و راستپنداری، و برای اینکه با شما هم باور باشه در آباد ساختن جهان. یعنی اینو خیشکاری خودش بدونه. شاید اگر شما با یک کسی از یک باور دیگه ازدواج میکردید، اون پیمان زناشویی به اون نیرومندی این اصول رو رعایت نمیکرد که هر دوی زن و مرد به این اصول ایرانی باورمند بودن. از سوی دیگه مهم نبوده، این باز در دین کرد شما میخونی که مهم نیست که با کسی که ازدواج میکنید داراست یا نادار، یعنی ثروتمند باشه یا فقیر باشه اهمیتی نداره، اما اهمیت داره که فردی که شما با او ازدواج میکنید راستگو، راستکردار و سخت کوش باشه. ببینین اصولی که شاید اصلا الان در ایران فعلی اهمیت نداره. ما اونقدری که باید به کار و کوشش تلاش و تلاش اهمیت بدیم اصلا نمیدیم. برامون اهمیت داره که اون کسی که با همون ازدواج میکنی و میخواییم باش وصلت بکنیم چند اندازه احتمالا ثروتش بیشتره، ولی در اون دوران اهمیت داشته افراد راستگو و راستکردار و به خصوص سخت کوش باشن. از یک نکته پایانی من فقط اینجا ذکر بکنم که اگر که شما جستار رو خواستید ادامه بدی یا نکته داشتی اضافه کنی، این که برای این که ببینید در دین زرتشت، در باور زرتشتی که نگاه ایرانی هم هست، چه اندازه زن و مرد یکسان نگاه میشن، یعنی برابر نگاه میشن به اصطلاح، از نخستین اصولی که در دین زرتشت وجود داره این که همه پسران و دختران در 15 سالگی کشتی می‌بندند. این نشون میده که هم مردان هم زنان باید کمر به همت آبادسازی جهان ببندند. آبادسازی خانه خودشون، واحه خودشون، شهر خودشون، کشور خودشون و جهان. پس این نکته آغازی نیست که نشون میده نگاه برابری بالاخره بین زن و مرد وجود داشته. دوم این که آزادی گزینش در باور زرتشتی هم برای زن هم برای مرد نشون میده که چه اندازه نگاه غیر جنسیتی واقعا وجود داره به انسانها در باور زرتشتی. سوم این که سفارشی که میشه به راستی و درستی در همه چیز، در همه جا، همه زمان، در زنان و مردان، این پندار و گفتار و کردان نیک و آبادسازی که اینقدر تاکید میشه در گاتهای زرتشت، به خصوص در خود گاتها نشون میده که ما باز هم نگاهمون به صورت برابر به همه انسان ها. و چهارم این که ارث و قوانین کشوری که میدیدید به طور مساوی برای زنان و مردان در پست های گوناگون، در مشاغل گوناگون، در ارث بردن، در ازدواج کردن، حتی در جدا شدن که خسارتی که کسی که جدا میشه باید به نفر دیگه به پردازه برابر بوده. بنابراین ما چیزی نداشتیم تنها به عنوان مهریه برای زن، یعنی اگر که مرد و زنی هستن جدا می شدن، کسی که مقصر شناخته می شد در اون جدایی باید به اون نفر دیگه جریمه پرداخت می کرد و اینو هم زنان باید می دادن اگر زن می خواست جدا بشه و اگر زن مقصر شناخته می شد، و یا مرد باید پرداخت می کرد اگر مرد می خواست جدا بشه و مرد مقصر شناخته می شد. و از سوی دیگه در همه عرصه های کار و زندگی در اجتماع زنان دوشادوش مردان دیده میشن. در همه آثاری که از ایران پیش از اسلام مونده هیچ گونه نگاه جنسیتی وجود نداشته، همونجوری که خانم دکتر بقایی گفتن در تخت جمشید ما زنان کارفرما داشتیم که یک گروه های کارگران 7-8 نفره رو مدیریت میکردن و خیلی از این منیجرها یا به اسلام مدیران این گروه ها زن بودن و همونجور که باز خانم دکتر بقایی گفت برای زنان مرخصی زایمان قائل بودن با حقوق، برای زنان به ازای زاده شدن فرزند مبلغی پرداخت میشد، یه مبلغ مخصوصی بوده که اگر پسر باشه چقدر، اگر دختر باشه چقدر، ولی به هر حال به همه اینها نگاهی که ما داریم بهش دست میابیم اینه که نگاه بسیار بسیار برابر و به خصوص میتونیم بگیم برای اون دوران و حتی امروز خیلی متعالی است نسبت به زن. خانم دکتر برای خواهش میکنم شما اگر که نکاتی مونده یا افسودنی هایی دارید که به جستار بدید خواهش میکنم بفرمایید.
خب در مورد مسئله حقوقش خیلی جالب بود که گفتین. فکر میکنم که البته دو نکته رو میخوام بگم. یکی این که ما میگیم در شرق یا در ایران باستان یا در میان آریایان باستان رو کلی تر بگیم چنین تساوی وجود داشته، به این معنی نیست که چنین تساوی امروز باقی مونده و امروز، بلکه ما باید سعی کنیم تا به این نگاه کهنمون که داشتیم برگردیم. یعنی وقتی انسان چیز رو تغییر میده که بد باشه، ولی وقتی که ما چنین نگاهی رو داشتیم نباید نیاز به تغییر نبوده، و اگر تغییر در اون داده شده و داره امروز، مسلما خیلی از زنان به ویژه زنان شرقی به معنای واقعی نه به معنایی که در غرب وجود داره داره بهشون ظلم میشه با قوانینی که هست و خب باید این اصلاح بشه. اما در تایید حرفای پیشینمون، یک فرشی بود، فرش پازلی که در موزه سن پترزبورگ نگهداری میشه و در اون تصویری از چهار زن در واقع نقش شده که مشغول انجام یک آیین مذهبی هستن. و جالبه که آرتمیس جان این رو میگن که بر اساس پوشششون شبیه مردان تخت جمشید هستند و تنها تفاوتی که نشون میده اینها زنن و نه مرد، پوشش سر اینهاست. خیلی جالبه که یعنی حتی ما تا این درجه شباهت بین زن و مرد رو میدیدیم و در حتی ذکر شده که چنین برابری در مثلا در اقوام ماد فرودوت میگه که چنین برابری باشته. و خیلی دقیق تر بخوام بگم، نگاه کنید که ما حتی در میان اقوام محلیمون، پوشش سنتی در محلی سنتیمون، در جای ایران داریم بخشهایی از این پوشش ها رو میبینیم که خیلی شباهت به پوششی داره که بانوان زرتشتی ما در گذشته داشتن. من میخوام یه نقل قولی رو بخونم چون که بحث ما بیشتر بحث زن از دیدگاه زرتشتیان بود. اون چیزی که در جامعه به عنوان حجاب زنان زرتشتی وجود داشته رو هم یک اشاره بکنم که در کتاب پوشاک باستانی ایرانیان در قسمت پوشاک اقلیت‌های میهن ما اینطور گفته شده که این پوشاک که بانوان زرتشتی از آن استفاده میکنن شباهتی بسیار نزدیک به پوشاک بانوان نقاط دیگر کشور ما دارد، چنان که روسری آنان از نظر شکل و طرز استفاده نظیر روسری بانوان بختیاری است و پیراهن شبیه پیراهن بانوان لرد در گذشته است و شلوار از لحاظ شکل و برش همان شلوار بانوان کرد آذربایجان غربی است و کلاهک همان کلاهک بانوان بندری است. نگاه کنیم که ما حتی اون چیزی رو که میبینیم توی لباس ها در واقع چقدر لباس های شاد و در این حال پوشیده و در این حال زیبا رنگی خیلی قشنگ بوده، ما تا امروز اقوام محلیمون تونستن اونها رو نگهداری بکنن و در واقع یک نمودی هستش که ما میتونیم اگر خواستیم ببینیم که چطور یک زن به چشم میخورده یا در جامعه ظاهر میشده، میتونیم اونها رو ببینیم که چقدر هم زیباست و هم میتونه الگو باشه در واقع برای خودش. با عنوان آخرین نکته، من فقط اینجا این نکته هم خیلی اهمیت داره نام ببرم ازش، که در کتاب هایی که باقی مونده، کتاب های حقوقی که باقی مونده از دوران پیش از اسلام مانند همین ماتیکان هزار دادستان و در کتاب های دیگه، این اومده و به خصوص در خود اوستام هست که ما هرگز در ایران چند همسری نداشتیم، برای عموم جامعه چنین چیزی اصلا وجود نداشته، نه برای زن، این نکته خیلی اهمیت داره، نه برای زن نه برای مرد، ما چیزی به عنوان بیش از یک همسر نداشتیم و همچنین رابطه خارج از ازدواج هم نداشتیم و چنین رابطه‌ای شدیداً مجازات می‌شده. در نتیجه این نکته خیلی اهمیت داره، چون ممکنه که شما الان می‌بینید که در بسیاری از ادیان دیگه ما
واقعیت چند همسری رو برای مردان داریم ولی برای زنان نداریم، و یا حتی روابط خارج از ازدواج به نوعهای گوناگون که نامهای گوناگون هم داره در ادیان مختلف وجود داره برای مردان ولی برای زنان وجود نداره. ولی در نگاه زرتشتی اصلا چنین رابطه‌ای نه برای مردان نه برای زنان وجود نداشته، و اگر کسی رو می‌دیدن که حتی رابطه‌ای خارج از محدود ازدواج با کسی برقرار می‌کرده، مجازات بسیار بسیار سنگینی داشته. خیلی ازتون سپاسگزارم که به این برنامه تا اکنون توجه کردید. از خانم دکتر بقایی هم خیلی سپاسگزارم که مانند همیشه در این برنامه با من همراه بودن و با هم گفتگوی بسیار جالبی رو درباره نگاه باور ایرانی زرتشتی به مقوله زن انجام دادیم. سپاسگزارم از خانم دکتر و تا برنامه آینده همه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.